این هفته اومدیم به آریزونا، پایتخت خودروهای خودران جهان. اومدیم تا سوار آخرین خودروهای روباتیک بشیم، یک تصادف ناگوار رو بررسی کنیم. ماشین اوبر توی این خط بوده و در همین خط میمونه، با اینکه آبرش جلوش بوده بعد میگرفته اون بر، و با آدم هایی که از این پیشرفت راضی نیستند حرف بزنیم. وقتی مقام‌های ایالت کالیفرنیا به شرکت اوبر گفتن باید از قوانین جدید پیروی کنه، داگ دوسی فرماندار آریزونا به طور علنی اعلام کرد که California may not want you. We want you to know that Arizona does. We are a state that is open for business. We are a state that welcomes business and new people and technology. فرماندار ما، فرماندار دوسی، اولا آغوش این ایالت رو به روی این فناوری باز کرد. اصلا جای فکر کردن نداشت. چندلر یکی از جاهایی که خودروهای بیراننده دارن رشد میکنن. هیچ جا در کل گیتی نیست که خودروهای بیراننده به اندازه این شهر مسیر طی کرده باشن. حس خوبی که آدم در بسن این تحول باشه. فکر میکنم چندلر به این خاطر انتخاب شده که خیابوناش خیلی عریض و خیلی منظمه، مثل یه شبکه میمونه. البته به جز این، مردم شهر هم پذیرای چنین فناوری بودن. و به این ترتیب بود که فناوری که یک روز جامعه و چشمانداز شهری و حتی زندگی ما رو دگرگون خواهد کرد، در آریزونا خانه کرد. سازندگان خودروهای خودران سرازیر شدن سمت چندلر و این شهر به سرعت بدل شد به آزمایشگاه این صنعت. امروز یکی از این خودروهای خودران رو بررسی می‌کنیم، محصول یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گوگل به نام وایمو. خودروهای خودران کلی اسکر دارن تا بتونن همه سو رو ببینن. علاوه بر اون راننده ایمنی هم باید باشه تا در صورت لزوم بتونه جداگانه از خودرو عمل کنه و جلوی خطر رو بگیره. بالای خودرو چند تا دوربین معمولیه که همه جهات رو نگاه میکنن و چون تعدادشون زیاده میتونن فاصله اشیا رو با توجه به نسبت حرکتشون در دوربینای مختلف محاسبه کنن. 4 رادار در 4 دارن که مدام میچرخند. 5 لیدار در اطراف و یه دونه بزرگم روی سقف دارن که میتونه اندازه 3 زمین فوتبال از جلو و عقب ببینه. شرکت های مثل وایمو دارن امتحان میکنن ببینن فناوریشون میتونه به کسی نزنه یا نه. یعنی آزمایششون اینه: وقتی شما میری تو خیابون یا وقتی از یه خیابون رد میشی و یه وایمو داره میاد، شرکت وایمو در واقع داره آزمایش میکنه ببینه ماشینش میتونه تصادف نکنه یا نه. و خب طبعا خیلی ها از اینکه وایمو با جونشون آزمایش میکنه عصبانی هن. و بعضی از شهروندان واکنش های خیلی شدید نشون دادن. Check out this video we found on YouTube showing a man attacking a self-driving car. You know, there's hundreds of thousands of people that see these cars on the road every day, but الان هر روز صدها هزار نفر این ماشین‌ها رو توی خیابون می‌بینن. بعضی اصلا خوششون نمیاد. سعی می‌کنن با ماشین خودشون ماشین بیراننده رو از جاده منحرف کنن یا سنگ بهشون پرتاب می‌کنن. یکی وقتی ماشین بیراننده از جلوی خونش رد می‌شد، اسلحه کشیده بود، نشونه رفته بود سمت راننده ایمنی. خلاصه بعضیا واقعا با اینکه فناوری تا این حد پیشروی کنه و هر ساعت شبانه روز توی کوچه خیابونی که بهش احساس تعلق میکنن به چرخه، مشکل دارن. ولی بیشتر این اتفاقها ربطی به نحوه روندن ماشین بیراننده نداره. اینجوری نیست که پیچیده باشه جلوی شما و عصبانی شده باشی. صرف حضورش بعضیا رو عصبی میکنه. حتی گاهی اون شخص خودش سوار ماشین نیست. مثلا دوچرخه سوار یا آبر پیاده است. میاد سنگ پرت میکنه. یا ماشین که پشت چراغ وایساده میاد چرخش رو پنچر میکنه. واقعا نمیفهمم چی تو سرشون میگذره. غیر ممکنه من بی خود و بی جهت برم لاستیک ماشین یه نفر رو پاره کنم. مشخصه یه چیزی در این فناوری و اینکه اینقدر در این بخش ایالت آریزونا رایجه براشون خیلی آزاردهنده است. در 3 گذشته حدود 20 مورد داشتیم که مردم علیه ماشین بی‌سرنشین یا ماشین و راننده اقدامی کردن. گاه مواردی پیش اومده که بهش میگیم خشم جاده‌ای، که کسی آمده جلو و سر راننده فریاد کشیده. مواردی هم بوده که خساراتی وارد شده، یعنی کسی سنگی به سمت ماشین پرتاب کرده.
یک مورد خاص هم داشتیم که شخصی اسلحه کشیده بود و به سمت خودرو نشونه رفته بود. احتمالاً دلیل اصلی نارضایتی اینه که خودروهای ویمو مطمئن و سنجیده حرکت میکنن و قانون رو رعایت میکنن و این بعضیا رو آشفته میکنه. خیلی افراد عجله دارن یا بعضیا بالاتر از سرعت مجاز میرن یا جایی دور میزنن که نباید دور بزنن یا هم تخلفات دیگه و گاهی مردم از خودرویی که با سرعت مجاز حرکت میکنه و صحیح میرونه عصبانی میشه. در چندلر هم مثل جای دیگه واکنش مردم به خودروهای خودران ترکیبی از هیجان و نگرانیه، ولی با این تفاوت که اینجا این فناوری راه افتاده و جلوی چششونه. در واقع صاحب سرمایه داره میگه گوش کن، یه چیزی جدید دارم که ببینی حتما خوشت میاد، خیلی باحاله. ولی از طرف دیگه یه سری آدم که باید خانواده‌هاشون رو تامین کنن بیکار میشن. منتها من و شما ترجیح میدیم یه چیز باحال و نو ببینیم تا اینکه به فکر اونی باشیم که واقعا از این داستان متضرر میشه. وقتی نگاهمون اینجوری باشه کارمون تمومه. من راستش شک دارم، منتظرم ببینم ایمنیش چطوره، ولی میدونم دارن آزمایش میکنن و تا اینجا خوب بوده. من 100% ماشین بیراننده سوار میشم. به نظرم تجربه خیلی جذابیه، از اون چیزایی که وقتی بچه بودیم توی تلویزیون میدیدیم، ماشینای بیراننده توی فیلمهای دهه 90. این که حالا جلوی چشم و دم دستمونه واقعا جالبه. آیا حاضرم جان بچه‌ام بتونم دست یک خودرو؟ نمیدونم، واقعا نمیدونم بتونم چنین کاری را بکنم. و پارسال ترس اهالی به حقیقت پیوست. یه خودروی خودران اوبر نتونست تشخیص بده که یه نفر داره توی تاریکی از خیابون خالی رد میشه و راننده ایمنی هم به موقع ترمز نکرد. در نتیجه اولین مورد کشته شدن یک آبر به خاطر تصادف با خودروی خودران رخ داد. The Uber was the vehicle was a Volvo again. It was a self-driving vehicle. It was in the autonomous mode at the time. Our investigation did not show at this time that there were significant signs of the vehicle slowing down. خودروی اوبر با سرعت 60 کیلومتر بر ساعت به الین هزبرگ زد. این حادثه برای صنعت نوپا اتفاق بزرگی بود، تا جایی که اوبر بلافاصله برنامه خودروی خودران رو متوقف کرد. اما ماجرا دقیقاً چی بود و کی تقصیر داشت؟ با ری استرن دبیر خبر روزنامه فینکس تایمز رفتیم محل حادثه در تمپی در آریزونا که ببینیم داستان از چه قرار بوده. خب اون طرفه. ایلین دوچرخه‌شو از اینجا برمی‌داره، از این خط رد میشه، میاد تو این خط. ماشین اوبر تو این خط بوده و در همین خط میمونه. با اینکه آبرش جلوش بوده، بعد میگرفته اون بر. هم وقت داشته هم جا داشته که بگیره اون بر. ولی این کارو نکرده. تا ایلین بخواد برگرده سمت پیاده رو میزنه بهش. اگه من پشت فرمون بودم 100% میدیدمش و 100% میستادم تا رد شه. هر راننده معقولی همین کارو میکرد. بهتره بگم هر راننده که حواسش بود نمیزد به ایلین هرزبرگ. داگ دوسی فرماندار آریزونا برای اینکه اوبر و شرکت‌های دیگر رو به این ایالت جذب کنه مقررات رو آسون کرده بود. در نتیجه شرکت‌ها موظف نبودند اطلاعات مربوط به برنامه‌شون رو فاش کنند، حتی تصادف‌هاشون رو. در واقع فرماندار اوبر رو دعوت کرد. این مشکل اول. اوبر فعالیت میکرد بدون اینکه شفاف باشه. دقیقاً چی کار داره میکنه؟ مثلا اینکه ماشین کی در حالت خودرانه؟ شرایط اینکه بره به این حالت چیه؟ در نتیجه ماشین‌ها عملاً هر کار می‌خواستن می‌کردن و اوبر هیچ محدودیتی نداشت. پلیس تمپی اعلام کرد سانحه کاملاً اجتناب پذیر بوده، چون در تحقیقات معلوم شد راننده ایمنی در لحظه تصادف مرگبار داشته روی گوشیش برنامه تلویزیونی میدیده. خانم واسکز همچنان ممکنه به قتل غیر عمد با خودرو متهم بشه. تخمین پلیس اینه که در مدتی که سوار ماشین بوده حدود 160 بار پایین رو نگاه کرده. از روی مدارک معلوم شد درست در لحظه برخورد داشته برنامه The View رو نگاه میکرده. اما اون شب دقیقاً چه مشکلی برای فناوری خودران اوبر پیش اومده بود؟ بعیده که دید محدود بوده باشه. یه ایراد کل این ماجرای تصادف اینه که توی ویدیویی که اوبر بعد از تصادف منتشر کرد اگه نگاه کنیم به نظر میاد خیابون خیلی تاریکه و اون خانم یک لحظه پیش از برخورد ناگهان دوچرخش از تاریکی میاد بیرون. اما در واقع این منطقه اصلا با اون تاریکی که این فیلم نشون میده نیست.
این لحظه‌ای که کفش‌های خانم هزبرگ در فیلم تصادف دیده میشه. اگه همون مسیر خودروی اوبر رو در شب تکرار کنید، می‌بینید که چراغ‌ها کاملاً خیابون رو روشن می‌کنند و همه چی تا دور دست دیده میشه. به گزارش نیویورک تایمز، عملکرد اوبر تا پیش از تصادف در حدی که انتظار داشتن نبوده. دست کم تا ماه مارس 2018 نتونسته بودند به هدفشون در آریزونا که یک مداخله انسانی در هر 20 کیلومتر بود برسن. در مقام مقایسه شرکت کروز که مال جنرال موتورز به مقام‌های مسئول ایالت کالیفرنیا گزارش داده بود که در هر 1900 کیلومتر یک مداخله داشته و وایمو گفته بود خودروهای آزمایشیش در کالیفرنیا به طور متوسط نزدیک به 9000 کیلومتر بدون مداخله انسانی رفته بودند. در بعضی از گزارش‌ها اومده که خودروی اوبر الین هرزبرگ رو 6 ثانیه قبل از تصادف دیده، ولی سامانه درکش خاطی کرده. اول تشخیص نداده چیه، بعد فکر کرده خودروه و در نهایت به این نتیجه رسیده که دوچرخه است. این واوا از کارخونه که میان بیرون یه سیستم پیشگیری تصادف دارن. از همین سیستم های نیمه خودکار که الان خیلی از ماشین های جدید دارن. 1.3 ثانیه پیش از برخورد سامانه خودران میفهمه که باید ترمز اضطراری کنه، ولی اوبر سامانه ترمز اضطراری رو روی ولوو از کار انداخته بود که با سامانه خودران تداخل پیدا نکنه. با این حال مقام‌های قضایی تشخیص دادن که اوبر در این مرگ مسئولیت کیفری نداره. اگر اوبر فناوری رو از کار نانداخته بود، احتمالاً ماشین حتی بدون فناوری خودران اوبر با همون فناوری ولوو که روی ماشین هست اوبر رو تشخیص داده بود و ترمز کرده بود، اما اوبر اون سیستم رو قطع کرده بود، ظاهراً به این خاطر که حرکت ماشین اونطور که می‌خواستن نبوده و با سیستم خودرانی که اوبر نصب کرده بود نمی‌خونده. راننده ایمنی قراره روی سامانه که میدونیم بی نقص نیست نظارت کنه. به نوعی ضامن ایمنی کلی خودروه. ولی این فقط در صورتی کار میکنه که اون راننده حواسش جمع باشه. وقتی خودروهای خودران توی خیابونهای پرتردد آزمایش میشن، تصادف اجتناب ناپذیره. در نتیجه این احتمالاً آخرین سانحه در مسیر آینده بدون راننده نخواهد بود. اما نباید از یاد برد که تعداد تصادف‌های خودروهای خودران به نسبت میلیون‌ها کیلومتری که آزمایش شدند خیلی کم بوده. اگر امکانی باشه که بشه خیابون‌ها رو ایمن‌تر کرد، وظیفه ماست که این کار رو بکنیم. هدف ما اینه که ایمنی شهر و شهروندامون رو تأمین کنیم. بنابراین اگه بشه با کمک فناوری آمار تصادفات و جراحات و تلفات رو پایین آورد، قطعاً باید این گزینه رو جدی گرفت و ازش حمایت کرد. به این دلیل که ما میدونیم که اکثریت قاطع تصادف ها قابل پیشگیری هستند. عامل انسانی درشون نقش داره. مشکل اینجاست که مشخصات این ماشین ها به اشتراک گذاشته نمیشه و داده های ده ها میلیون کیلومتری که این ماشین ها در آینده خواهند پیمود دسترسی ندارم. هر مسئله عجیبی که میاد باید به گوش همه ماشین ها برسه. باید به دنیایی برسیم که یک تصادف جزئی در کوپنهاگ ایمنی یک نفر را در کیپ تاون بیشتر کنه، طوری که ما انسان ها در حالت عادی انجام نمیدیم. آمار نشان می‌دهد که در سال 2017 بیش از 10,000 نفر به خاطر رانندگی در حالت غیرعادی کشته شدند. هر روز بیش از 300,000 نفر در آمریکا به نوع از رانندگی در حالت غیرعادی آسیب می‌بیند. 2/3 کل جمعیت این کشور یک جای در زندگیشان از این ماجرا متاثر میشن. و وقت بحث فناوری خودران میشه، دلیل این که ما اینقدر مشتاقیم این است که اگر این فناوری بتواند آن 10,000 تلفات را فقط یکی کم کنه، یعنی بکنه 9999، ما طرفدارش هستیم و برایش تلاش میکنیم. و موضوع فقط ایمنی بیشتر نیست. خودروی خودران میتونه برای خیلی از مردم عامل توانبخشی باشه و بهشون امکان حرکت بده. بزرگترین مسئله برای آدمایی که فکر میکنن باید سویچ ماشینشون رو و حتی ماشینشون رو بذارن کنار و دیگه رانندگی نکنن، از دست رفتن استقلاله. این فناوری خودران میتونه کمک کنه اون استقلال و کرامت حفظ بشه. اینکه بتونی هر وقت میخوای هر جا که میخوای بری و به کس دیگه وابسته نباشی کم چیزی نیست. حس استقلال و غرور به ویژه در سالخوردگان خیلی قویه.
اینکه بخوای این حس رو ازشون بگیری خیلی براشون دشواره. ما اینجا محله‌های زیادی داریم که پر از بازنشسته است. خب این افراد بالاخره یه موقع باید سویچشون رو بزنن کنار و دیگه رانندگی نکنن. بنابراین قطعاً یه عامل بوده. نکته دیگه افرادی هستن که به نوعی ناتوانن. حالا یا نابینا هستن یا مشکلات دیگه دارن که نمیتونن رانندگی کنن. اگر زنی به تازگی سزارین کرده باشه نمیتونه رانندگی کنه. قوانین احمقانه ای که هنوز هست. برای اینکه رانندگی عملا از 100 سال پیش تغییر نکرده، ولی تغییر میکنه. درست نیست که اینطور باشه. حالا مسائل ایمنی که جای خودش، جز این مسئله جابجایی افراد هم هست. افراد مسن، جوان، بیمارها، همه ای آدم ها هم میخوان که بتونن گشت و گذار کنن. این هفته مشخص شد که در ایستگاه قطار کینگز کراس لندن از برنامه تشخیص چهره استفاده میشه. یک شرکت توسعه مسکن به نام آرجنت گفته که هدف از بکارگیری این فناوری تضمین امنیت عمومیه، اما جزئیات بیشتری در این مورد نداده. بعضی این پدیده رو نگران کننده میدونن. از تشخیص چهره تا جعل چهره، فناوری جعل عمیق در حال گسترش و توسعه است. مصاحبه بیل هیدر، بازیگر آمریکایی، با دیوید لترمن، مجری معروف تلویزیون که به طور ماهرانه ای توسط جعل عمیق دیپ فیک نینجا کنترل شیفت فیس دستکاری شده. موقع مصاحبه وقتی بیل در نقش شخصیت‌های مختلف میره، چهرهش چند بار تغییر میکنه. گاهی شبیه تام کروز میشه، گاهی شبیه سترگان و دوباره خودش. چند صد کیلومتر دورتر از هالیوود، در آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا موسوم به JPL، ربات کوهنورد لمور سخت مشغول کاره. این ربات 16 انگشتی دیوارهای شیب دسولی کالیفرنیا رو اندازه‌گیری می‌کنه. مأموریت آینده این ربات پیمایش نقاطی روی سیاره‌ها و ماه خواهد بود که دسترسی به اونها سخته. این هم مایندار، ربات راهب بودایی. حالا راهب برقی هم اختراع شده و در معبد کودایجی کیوتو در ژاپن آماده موعظه و سخنرانیه. با توجه به اینکه کنون الهه بخشش و رحمت بودایی محسوب میشه، انتظار میره که این ربات انسان نما هم توجه عده بیشتری رو به آموزه های بودا جلب کنه. و با یک دیجی فوق‌العاده که با سرعت حدود 27,000 کیلومتر بر ساعت مدار زمین رو دور میزنه آشنا بشید. لوکا پارمیتانو، فضانورد ایتالیایی، از ایستگاه بین‌المللی فضا برای سرنشینان یک کشتی مسافربری پر از سرنشین به طور زنده موسیقی پخش کرد. این اولین دیجی در مدار زمین بود که قبل از سفر به فضا آموزش‌هایی در این زمینه دیده بود و گفت هدفش این بوده که موسیقی رو به عنوان زبانی مشترک جشن بگیره. خودروهای خودران قطعاً امکان عوض کردن زندگی آدم‌ها و نجات جون آدم‌ها رو دارند، اما وقتی که این فناوری قابل اتکا بشه و مردم هم بپذیرنش. اما در افق وسایل حمل و نقل دیگه هم هستند که ممکنه زودتر از بقیه از راننده بی‌نیاز بشن. کامیون‌های بزرگ، خودروی بزرگراهان، وقتی به محل سکونت آدم نزدیک میشن هم معمولاً حومه شهرهاست. اونم موقعی که از یک انبار به انبار دیگه میرن. در نتیجه برخلاف خودروهای خودران، حسگر لیدار اونقدر هم برای این قولهای متحرک مهم نیست. مهم این دوربین‌های با برد زیاده. احتمالاً توجه کردین که دو تا لیدار روی سیستم ما داریم. ولی از اون مهمتر یک رشته دوربین است که روی خودرو نصب شده. حسگر اصلی ما دوربین‌ها هستند. برای اینکه این کامیون بزرگ است و لازم است تا مسافت زیاد را ببینیم. این تریلی میتواند اشیا را از 1000 متر دورتر تشخیص بده. تعداد دوربین هم اطرافش نصب شده که خیابان را بررسی میکنه و موقع گردش به چپ یا راست به عنوان حسگر اصلی کار میکنه. عقبتر هم یک سری دوربین داریم که زمین اطراف تریلی را نشان میدهد و در واقع تصویری را که لیدار دیده تقویت میکنه. تعداد دوربین هم داریم که پشت تریلی را نگاه میکنن. این دوربین ها روی هم یک سامانه دید با برد بلند ایجاد میکنه که باعث میشه تریلی بتونه سرعت و مسیر و حتی نیت یک جسم رو از دور تشخیص بده. اگه اون جسم 1000 متر فاصله داشته باشه، یعنی تریلی خودران حدود 35 ثانیه فرصت داره واکنش نشون بده. و اگه انتظار دارید توی اتاق که راننده دم و دستگاه فوق مدرن ببینید، احتمالاً خیلی تعجب زده میشین. این احتمالاً مهمترین دکمه این تریلی است. فشارش بدن، تریلی میره روی حالت خودران. وقتی به جای برسیم که بتواند بیراننده حرکت کنه، این دکمه را فشار میدیم و الهی به امید تو. اما این تریلی ها بزرگترین وسایل نقلیه خودران در آریزونا نیستن، از اینا بزرگتر هم هست.
دستگاه‌های عظیم حفاری که ساخت شرکت کاترپیلار و کوماتسو هستند و در معدن‌های بزرگ مشغول کارند. یک تریلی خودران برای حرکت 3 تا سیستم نیاز داره. سیستم دریافت که ترکیبی از رادار و لیدار روی سقف، سیستم تعیین موقعیت که در حقیقت جی پی اس با یک واحد ارتباط اینترانت و سیستم برنامه‌ریزی که تریلی رو هدایت می‌کنه. بهترین راه برای اینکه برخوردی با یک مانع پیش نیاد اینه که با یک سرعت مطمئنه بهش برسیم، یعنی از فاصله خیلی دور تشخیص بدیم چیزی هست، شناساییش کنیم، تصحیح کنیم و در نهایت جایی تصمیم بگیریم که هنوز در شعاع توقف تریلی باشه. نکته اینجاست که ترابری و معدن صنایعی‌ان که کارگر زیاد دارن. فناوری خودران بیشک باعث میشه بسیاری از این آدم‌ها کارشون رو از دست بدن. تریلی های خودران از آدمیزاد مطمئن ترن. یه دلیلش اینه که خسته نمیشن. دلیل دیگه اینه که دقیقا همون کاری رو میکنن که ازشون خواسته شده و میتونن بارها و بارها یک کار رو تکرار کنن. هزینه نیروی کار انسانی در اقتصاد این صنایع قابل ملاحظه است. شما در نظر بگیر که اگه یه دستگاه بزرگ بخواد 24 ساعت کار کنه، باید 4.5 نفر روش کار کنن. خب هزینه بالاییه. ضمن اینکه هزینه غذا و سفر و محل اقامت و غیره هم هست. یعنی شما داری هر هفته صدها هزار نفر رو با هواپیما میاری سر کار و خب اینها روی هم جمع میشه. هیچ کس نمیخواد حتی یک شغل رو از بین ببره. هدف ما اینه که یه نقش دیگه برای اون شخص پیدا کنیم. اخیراً یک مسیر کامل را برای اداره پست آمریکا انجام دادیم. رفت و برگشت نزدیک به 3400 کیلومتر بود که کلش بدون راننده انجام شد. تریلی های خودران به ساعت کار و مقررات کار مقید نیستند. راننده می تواند هر روز مقدار ساعت مشخص رانندگی کنه و باید بعدش استراحت کنه. حمل و نقل بیراننده ایمنتر از باراننده است. خودرو نه می خوابه، نه می خوره، نه حواسش پرت می شه. عنصر اصلی سیستم خودران همین است. از آنجایی که در حال حاضر به شدت کمبود راننده داریم، فکر میکنم این فناوری در وهله اول صرفاً برای جبران این کمبود به کار گرفته میشه. اعتقاد ما این است که در آینده نه چندان دور فرصت‌های شغلی بسیاری برای راننده‌ها ایجاد خواهد شد. اما نظر راننده‌ها در مورد خطر تریلی‌های خودران چیه؟ Yes, any truck driver, they don't want to be behind a 9 to 5 desk somebody telling them what to do, pick up that, do this, do that, do that. If you're in a truck 8 hours a day you're driving, you by yourself. Listen to your music, you're right, you got peace. You know, there was an accident here in town of a car, self-driving car, so how catastrophic it would be with a truck if something went wrong. What am I going to do then? Stand in line for food? That's what it's coming to. And you know it is. I'm kind of skeptical. See how is their safety rating going to be? But I know it's, they've been already been testing it, and so far so good. It's not gonna happen completely and get people out of jobs. No, there's always gonna be human beings driving the trucks. Have you ever known a machine that can go down the highway or function right? They don't always work. It's true. No, it doesn't work. Look at the accidents that have happened already. ولی بهتر جلو جلو قضاوت نکنیم. زمان زیادی مونده تا این راننده ها شغلشون رو از دست بدن. در سالهای اخیر پیشرفت در این حوزه چشمگیر بوده، ولی همچنان که یک کامپیوتر دنیای واقعی رو کامل بفهمه و بدون خطر توش رانندگی کنه، دستاورد خیلی بزرگی به نظر میرسه. کسی نمیگه کار تمام شده، چون نشده، مسئله حل نشده. مسئله خیلی سختی است. سالها مانده تا به جایی برسیم که خودروی بدون فرمان بخریم و بگیم که ما او خودرویی که جلویش شیشه نداره را میخوایم، ولی کارایش مثل ماشین‌های امروز باشه. اول اینکه این ماشین‌ها همیشه در یک چیزای از انسان ضعیف‌ترن و در یک چیزای از انسان بهترن. ضعیف‌تر مثلا توانایی استدلال در مورد اتفاق‌های غیر منتظره و عجیبی که میتونه در مسیر بیفته و هیچ ربطی به رانندگی نداشته باشه، و بهتر از این نظر که میتونن روی کارشون تمرکز کنن و هرگز به هیچ وجه حواسشون پرت نشه، یا با رادار و لیدار چیزهایی ببینن که آدم‌ها نمیتونه ببینن، یا فاصله را حساب کنن و کارهای فوق‌العاده دیگه انجام بدن. اما ورای همه اینها
این خودروها میتونن در یک کار بهتر بشن، نه با تجربه خودشان، با تجربه بقیه ماشین هایی که جاهای دیگه دنیا دارن حرکت میکنن. این قابلیت خارق العاده است و از دلایل خیلی محکم است که چرا جلوی ورود این ماشین ها را نمیشه گرفت. این ماشین ها از ما بهتر خواهند شد، چون هیچ چیزی در پیشینه تکاملی ما انسان ها وجود نداره که باعث شوه در راندن 1.5 تن فلز با سرعت 100 کیلومتر در ساعت خوب باشیم. در آریزونا هم فواید خودروهای خودران رو دیدیم، هم مقاومت در برابر این واقعیت رو که خودرو داره یه گوشه دیگه از زندگی ما رو هم فتح میکنه. بنابراین به نظر من پرسش اصلی این نیست که میشه یا کی میشه، اینه که آیا اجازه میدیم یا نه. به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه قبلی ما اونجا هستن. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk یا از طریق توییتر با شناسه persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.